به نام خداوند جان و خرد، خانم ها، آقایان، با سلام عرض ادب دارم. همونطوری که بهتون چندین هفته پیش قول داده بودم، امروز راجع به مقوله‌ای صحبت میکنیم که صحبت دربارش بسیاره. انواع مختلف اونها رو تفسیر کردند. اولین بار با نوشته های اسماعیل رائین باهاش آشنا شدیم. خود من با این مقوله در اون زمان از طریق این کتاب آشنا شدم، ولی آیا اسماعیل رائین هم اطلاعاتی داشت یا نداشت و چگونه هست؟ مسئله ای رو که میخوایم صحبت بکنیم امروز در خدمت دکتر بانبان، مسئله فریمیسنری یا بنایان آزاد هستش. فریمیسنی چیست؟ کی به وجود اومده؟ آیا تاریخ چندین هزار ساله داره یا جدیده؟ شعباتش رو چی میگن؟ کجاها شعبه داره؟ در ایران آیا شعبه داره یا نداره؟ در آمریکا چگونه هستش و در خاورمیانه و جاهایی که کشورهای کوچکتر کجا هستش؟ تمام اینها رو امروز براتون صحبت میکنیم. خوشبختانه وقتی که در جلسه گذشته که در خدمت جناب دکتر بانبان بودم اعلام کردیم که امروز راجع به فریمیسنری صحبت میکنیم، خیلی تکس ها و ایمیل های مختلفی به ما رسیده و سوالات فراوانی هم شده که اونها رو هم در بخش دوم برنامه مطرح خواهیم کرد و بهش توجه میکنید. قبل از اینی که از جناب دکتر بانبان سوالم رو مطرح بکنم در مورد فریمیسنری، توجه شما رو به یک فیلمی که از چگونگی تشکیلات فریمیسنری هستش که کارهای تشریفاتی که میکنن، که همین تشریفات باعث شده که اینقدر در موردشون حرفایی زده بشه، که گاهی وقتا داشتیم قبل از برنامه با اتاق فرمان با پیمان صحبت میکردیم، گفتش که ما استادی داشتیم در دانشگاه که میومد در مورد فریمیسنری یه چیزایی میگفتش که من اصلا همینطور حیران مونده بودم. خب معلومه دیگه، تبلیغاتی بوده که جمهوری اسلامی میکرده، و آیا جمهوری اسلامی خودش اعضایی در فریمیسنری داره یا نداره و میخواد در فریمیسنری باشه یا نباشه، اینها رو همه رو صحبت میکنیم. قبل از هر چیز به این قسمت فیلم توجه بفرمایید. Right Worshipful Grand Director of Ceremonies, you will admit Right Worshipful Brother Adrian Burton, the Grand Master Elect, and conduct him to the East.
ملاحظه فرمودید این تشریفات اولیه یکی از جلسات فریمیسونری بودش که در کانادا اتفاق افتاده و فیلم برداری شده. من نمیدونم وقتی اینا رو نگاه میکنم همیشه فکر میکنم بشر در خودش چه کمبودی داره که اینقدر دوست داره لباسهای مختلف بپوشه، رفتارهای مختلف داشته باشه، گروهک‌های همشکلی داشته باشن. و نمیدونم، من نمیدونم، کاش که دکتر هولاکویی اینجا بود از او میپرسیدم. جناب دکتر بامان، عرض ادب میکنم و خیلی ممنون که مثل همیشه این شانس رو دادید که در خدمتتون باشم. تشکر از دعوت شما. دکتر، فریماسونری چیه؟ کیه؟ اصلا ماجراش چی چی هستش؟ خدمتتون عرض کنم از یه پیش زمینه درباره یک قانون صحبت کنیم تا به فریماسونری برسیم، چون اینا با هم دیگه به نحوی در خدمتتون هستیم. اصلا وقتی ما درباره قانون صحبت میکنیم، حالا در هر شکلی که ارائه بشه، اصلا قانون یک بار مثبتی داره، پدیده مثبتی داره، به اصطلاح دلنشینه. وقتی میگیم قانون، دلیلش هم اینه که مهم نیست در چه رژیمی باشه، حالا این در رژیم یک استبدادی باشه، در رژیم پادشاهی باشه، در یک رژیم مذهبی باشه، قانون بارش مثبته. اما این مثبت بودن با شاید مناسب جامعه نباشه، اما بارش مثبته. ولی آنچه که به این قانون یک وزنه میده، حقیقی بودن و حقوقی بودن قانون در جامعه است که در نتیجه عدالت در جامعه مطرح میشه. عدالت مهمترین چیز در یک جامعه است که بقیه به اصطلاح در حاصل جمع اینا این عدالت رو به وجود میارن. اما عدالت در بیان سادهش یعنی برابری، یعنی مساوات برای همگان در جامعه، به شرطی که پول، مقام و ارتباطات تاثیرگذار و تعیین کننده نباشه. یعنی این به این صورت ببینیم. اینو گفتم برای اینکه وقتی که فریمیسونا خواستن، حالا همونجور که فرمودیم بعضیا میگن چند سال قبل از میلاد مسیح، بعضیا میگن دیرتر زودتر، اساس کارشون اینه که شما میدونید فریمیسونی در ابتدا سه پله بوده، یعنی سه مرحله بوده، سه درجه بوده. بعد از اینکه سکاتیش رایت تشکیل شد، یکی از این گروهایی که در اسکاتلند بود به نام سکاتیش رایت تشکیل شد، اون سه پله رو کرد 33 پله و 33مین پله جایی که استاد اعظم انتخاب میشه. قانونی دارن اینا، میگن اگر کسی به اون 32مین پله رسید و حاضران در جلسه تصمیم گرفتن که فردی رو به پله آخر برسونن که استاد اعظم بشه، اگه به اونجا میرسه، اینا در اونجا یک بیان، یک شعاری دارن که به همین قانون برمیگرده یا به نظم برمیگرده. به انگلیسی میگن order out of chaos، order out of chaos یعنی پدیداری نظم از یک بی‌نظمی. اما این پدیداری نظم از یک بی‌نظمی در بیان به این صورته که نخست وجود انسانه، نفس انسانه و آنچه که سازه ترکیبات درون و برون انسان رو به وجود میاره، و این وجود ارتباطش رو باید با پدیده‌هایی که هست به صورت زنجیری، به صورت تسلسل تحلیل کنه، بررسی کنه، تا پس از خوبشناسی خودش رو، وقت خوب شناخت، ارتباطش رو با یک وجود دیگری که این وجود دیگر واجب الوجوده، کسی که نیازی به وجود دیگر برای زندگی نیست، برای حرکت دادن احتیاج به چیزی دیگری نیست، با اون ارتباط رو ایجاد کنه. پس از اینکه این وجود با اون واجب الوجود ارتباطش رو ایجاد بکنه، بعد به مرحله دوم میرسه که باز به نظم بزرگتری احتیاج داره که این واجب الوجود این نظم رو به وجود آورده، یعنی استاد بزرگ، این به اصطلاح great architect، به خدا به این صورت معرفی میکنه خدا رو، این architect بزرگ، این معمار بزرگ، با هر آنچه که هست، واجباتی که در دنیا هست، چون اون چی که وجود نداره واجب نیست، ولی اون واجباتی که هست و ارتباطش این وجود با واجب الوجود و واجبات، این نظمه. این نظم اساس کار فریماسونی را محسوب میشه در کل. واو. و این با البته بعد از دنیایی که ما زندگی میکنیم به افلاک و بالاخره اون علم تنجیم و غیره غیره اینا میره. این مسئله رو که عنوان کردی خیلی ببخشید میبرم تو، من یاد مراحل اشراق انداخت، هفت پله عرفان و اونا تقریبا یه همچین مراحلیه. نه اشراق البته خب دیدگاه دیگه ای داره و مکتب فلسفی دیگری است، سهروردی اونو به میل خودش آنطور که خواست. ولی این فریمیسونری مکتبی نیستش. چرا، مکتبی است. مکتبی است منتها تفاوت داره، هرچند بعضیا از فریمیسونری ها به مکتب اشراق هم نزدیک هستن. یعنی ما بعدا خواهیم رسید و خواهیم گفت که چه گروهی به
سازمان اخوتی بوده است که به اینا مربوط بوده است، درامش بوده است. اما در مورد آغاز فریمیسنری بحث و حدیث بسیاره و تخیلات هم خیلی بیشتره. دلیلش هم اینه که حدود 3 یا 4 هزار کتاب در این مورد نوشته شده و 10ها هزار مقاله. تفاوتی هم که این کتاب ها با همدیگه دارن از در آغاز و در قسمت پایانه و همین باعث میشه که خواننده بیشتر گیج بشه. آنچه که بین اول و آخر، یعنی آغاز و پایانه، در تمام این کتاب ها به یک شکل مناسبی اومده، به یک شکل طوری اومده که اون نظم رو داره و خواننده میفهمه، برعکس کتاب های آسمانی ابراهیمی مثل تورات، انجیل و قرآن که آغاز و پایانش مشخصه، در هر سه از بهشت شروع میشه، خداوند در ظرف 6 روز دنیا رو آفرید، بعد روز هفتم استراحت کرد، بهشتی است، آدم و هوا هستن، فرزندان اونا یکی قتل میکنه، بعد سند مالکیت کره زمین رو میدن میاد اینجا، بعد میرسیم به آخر کتاب که دیگه یا باید از پل صراط بگذره تا اومدن امام زمان یا مهدی، یا مثلا در مسیحیت فرشتگان شیپور بزنن تا مسیح برگرده. آغاز و آخرشه که، اما در این کتاب درست برعکسه، اول و آخرش نامشخصه، وسطش مشخصه. اما اصولا در تمام این نوشته های 4000 کتاب و 10000 مقاله سعی شده به یک نحوی این معماران، حالا ما میگیم معماران برای اینکه هنوز اینا فری میسن نیستن، اینا میسنن، هنوز آزاد نیستن، بناهایی هستن، معمارایی هستن که هنوز آزاد نشدن. اینا در دنیای کهن هرچی که بودن به یک نحوی میخوان اینا رو ارتباط بدن به این میسون ها، حالا به هر ترتیبی که به اصطلاح تواناییشون در هر حد و حدود و هر مقداری که هست. اما این معماران چه کسانی هستند؟ کسانی که این اهرام رو درست کردن، کسانی که این ساختمان های معابد بزرگی در یونان درست کردن، بعد میریم میبینیم در فرض کنید در از یونان به اروپا میریم، به اروپای قدیم، اروپای لاتین گذشته که در روم بوده است، در اونجا مثلا کلیزیوم رو درست کردن که 85 هزار نفر در اونجا جا میگیرد، یا خود کاخ واتیکان که امروز ما میبینیم این قبلا کاخ نرون بوده، امپراتور نرون بوده، بعد میدان ارادرانی بوده، اون کلیسای سن پیتر، اینا برمیگردیم به اینا، این معماری رو درجه بندی کنیم میریم جلو. اما موردی که همیشه هست یکی اینه که چرا اینا معماران برعکس گروه های دیگه در اون موقع در خفا بودن و گروه های دیگه نه، مثلا با اینکه این کارهای بزرگ انجام میدادن. شما این نظامیان در هر کشوری هستن یه یونیفرم دارن، یه علائمی دارن، با لباساشون مشخصه که درجهشون چیه، با همدیگه چجوری سلام میکنن، یا روحانیت مثلا در مسیحیت قبل از اینکه صلیب نشانه مسیحیت باشه تا 70 80 سال بعد از فوت صلیب کشیدن مصلوب شدن مسیح ماهی علامت مسیحیت بوده و اینا به صورت سری بوده. معماران چون اینا همه اسیر بودن، در بند بودن، علائم اینا محرمانه بوده و اینا همیشه در خفا بودن و همیشه در خفا موندن، چون دیگه آزادیشون زمانی اومد که دیگه همونجور صلاح تونستن در اون بسیار نهان بمونن. اما مسئله نظمی که صحبت میکنیم از چه زمانی شروع میشه؟ فریمیسن ها میگن که وقتی که معبد سلیمان داشتن معماران درست میکردن، از اون اولین سنگش تا آخرین سنگش به مدت 6 سال طول کشید. همزمان یا کمی بعد وقتی معبد هرون رو درست میکردن، پادشاه هرون رو درست میکردن، معمارای غیر میسن اون گروه که نظم دارن، من اینجا باز دوباره تکرار میکنم، اشاره میکنم به نظم، همون ساختمون مشابه اون رو درست کردن، 36 سال طول کشید. و اون اولین تفاوت رو اینا دیدن که اگر نظم باشه کار رو بهتر صورت میگیره، درستتر صورت میگیره، در مدت زمانی کمتر صورت میگیره. معبد دایانا در یونان قدیم، خدای شکار، 200 سال طول کشید تا تموم شد. یا همین سن پیتر که کم پیش گفتم 155 سال طول کشید تا تموم شد. یا در لندن سن پال 36 سال طول کشید تموم شد. و این نشون میده که این رو همیشه این نظم رو معماران دارن و در گفته هاشون، در نوشته هاشون میبینیم، در این کتاب های متفاوتی که هستن ما اینو میبینیم. و این اهرامی هم که گفتم نشانه بر بعضی جاها نشانه میسن هستش، این در واقع در جاهایی که کوه نبوده، اینا نشانه کوه، در جاهایی که کوه نبوده، بیابان بوده، یا در جنگل های فرض کنید در جنگل امریکای لاتین، اینا این اهرامو درست میکردن به جای کوه. در ایران هم بوده، در منطقه به نام چوغازنبیل، چون در بیابان بوده مسجد سلیمان، کوهی درست کرده بودن که قدیمی ترین ساختمان مذهبی در ایرانه.
جزو آثار یونسکو است. همین اواخر هم در فیسبوک چند نفری عکسی فرستاده بودن که اونجا رو صاف کردن که چنین نیست، تپه نزدیک به اونجا رو صاف کرده بودن. ولی بعد از ایران ما میریم ایلام و سومر و آکاد تا به مصر میرسیم و این فریمیسون ها اشاره میکنن که این معابده که درست کردن برای چه درست کردن و همین نزدیک شدن به خدا بوده. نمونه شما اگه بخوایم برابری کنیم با کوههای واقعی، مثل میبینید کوه آرارات در کتابای ابراهیمی میاد که این کوه جاییست که کشتی نوح میشینه، یا مثلا کوه فوجیاما در ژاپن جاییست که مذهب شینتو در اونجا به اصطلاح پایه‌گذاری میشه، یا در ایران کوه دماوند در شاهنامه میخونیم چقدر کوه مقدسی است. و این فقط چیزی از نشانه است، فقط از اینکه این کوه و اهرام این چیز دیگه ای نیست. خدمتتون عرض کنم اما فریمیسونی کی اومد به ایران، اینو باید توجه داشته باشیم. در قرن 17 بار اول وقتی تجار ارمنی از اصفهان، ایرانیان ارمن تبار از اصفهان میرفتن هند، در اونجا با هندیا آشنا شدن، دوستی پیدا کردن و غیره، و در اون زمان انگلیسی ها اجازه نداشتن بیان هند. 400 تا مهاراجه بود در هند و اینا لشکر داشتن، سربازانی داشتن، فقط اجازه میدن در محدوده خیلی کوچیکی در بعضی از بنادر انگلیسی ها و فرانسوی بیان اونجا تجارتشون بکنن و برگردن. فرانسوی ها سعی میکردن با یک لشکری که از ارامنه و گرجیا درست کرده بودن به هند راه پیدا کنن. روسا همینجور میخواستن از شمال بیان، انگلیسی ها میخواستن وارد بشن. انگلیسی ها رجوع میکنن به افرادی چون خواجه آوتی و چند تا از این تجار ارمنی و به اینا یاد میدن که به هندیا بگین ما تفاوتی با اینا نداریم، ما هم ارمنی هستیم. من یادمه در ایران عام نخواست وقتی که میخواستن بگن که یه نفر مسیحیه، به اشتباه میگفتن ارمنیه. من یادمه در مدرسه خودمون یه روز دربان مدرسه اومد گفت 4 تا ارمنی اومدن از مدرسه دارن عکس میگیرن. من تعجب کردم چیکار دارن از مدرسه ما عکس میگیرن. رفتم دیدم اینا 4 تا آلمانی بودن که اومده بودن عکس بگیرن. از دید اینا مسیحی بودن. همین جوری هم شد که اولین بار انگلیسی ها رو ارامنه تونستن وارد هند بکنن. در برابر اینا به اینا کمک کردن، اجازه تجارت دادن، تمام به اصطلاح تجارت جوت اونجا رو که گونی اونجا باشه دست ارامنه بود، و کم کم بعضی از اینا وارد شدن به سازمان‌های میسن در که ارتش انگلستان که اومده بود اونجا سازمان‌های میسنی درست کرده بود که هندی‌ها رو یک فرقه درست کنه، چون هندی‌ها فرقه دوست دارن، هزارها فرقه هست اونجا، اینا به عنوان یه فرقه در اونجا ایجاد کردن و مشتری کافی هم داشت. بعضی از اینا که برگشتن اینا خیلی قبل از اینکه میرزا ملکم خان یا پدرش یعقوب خان بتونن اولین پاراموش خانه رو در ایران درست کنن که هاوس اف اوبلیویا میگن، اینا در اصفهان یک خانه درست کردن که فراموش خانه بود که عکسش هم بعدن داریم نشون خواهیم داد. و هرسون این فراموش خانه که هنوزم هست در اصفهان، کسانی که اینو درست کرده همین، بله این عکسی است که الان ملاحظه میفرمایید، این ساختمان فراموش خانه واقعی نبود، اینو اون تجار درست کرده بودن، در اونجا جمع میشدن با همدیگه صحبت میکردن، یادی از هندوستان میکردن، ولی در عمل ساختمان تشکیلات فراماسونی نداشت، نداشت، مطور اسمش ساختمان فراماسونی بود و اولین فراموش خانه است. بعد از این در سال 1858 میرزا ملکم خان و پدرش یعقوب خان تصمیم میگیرن به تقلید از آنچه که در ترکیه بوده است، در قسطنطنیه بوده است، این هم میرزا ملکم خان ناظم الدوله است، ایشون و پدرشون تصمیم میگیرن که بیان و اولین فراموش خانه رو درست کنن. منتها یک توضیح کوچک اگه اجازه داشته باشن درباره یعقوب خان و ملکم خان بگم. یعقوب خان اسم اصلیش هاکوب بود، ارمنی بود، اهل اصفهان بود و ایشون میخواست پیشرفت کنه، زبان فرانسه و زبان روسی رو خیلی خوب میدونست، عربی هم در حد صحبت کردن، و تصمیم گرفت که اگه میخواد در جامعه ایران موفق باشه باید مسلمان بشه. رفت مسلمان شد و پسرش هم که هنوز 10 سالش نشده بود قبل از اینکه اینو بفرسته فرانسه درس بخونه مسلمان کرد، و خودش هم 10 سالی هم در سفارت روس کار میکرد، مترجم زبان فرانسه بود، ارتباطات در حد معقول هم با دربار داشت. ملکم خان وقتی میره فرانسه در دورانی بوده که در فرانسه بهش میگن انقلاب فوریه، انقلاب بزرگ فرانسه نیست، منتها انقلاب فوریه انقلابی بود که دانشجویان فرانسوی و روشنفکران وقت درباره حق و حقوق طبقه کارگر مسائلی رو مطرح میکردن. تحت تاثیر این مسائل وقتی ملکم برمیگرده ایران یک فراموش خانه درست میکنه که به همراه پدرش 1885. این فراموش خانه باز چون فراموش خانه واقعی نبود اما نیت خوب بود، میخواست مردم رو آگاه کنه که برید بیاندیشید، فکر کنید و مشکلاتتون رو با فکر کردن برطرف کنید. چند سال بیشتر طول نمیکشه، 1861 این فراموش خانه بسته میشه. اما
اهدافی که پیگیری میکرد یعنی اتحاد، عدالت و ترقی، این سه واژه‌ای بود که این همیشه به کار می‌برد. وقتی می‌بینیم بعداً ملکم خان در انگلستان روزنامه قانون رو چاپ می‌کنه و بعد می‌فرسته به ایران، اونجایی که تیتر روزنامه نوشته قانون، زیرش هم همین سه کلمه رو می‌بینیم: اتحاد، عدالت، ترقی. قیمتش هم نوشته بود کمی شعور، کمی غیرت، اینجوری نوشته بود. و در تمام اون روزنامه‌ای که در اون چند سالی که این چاپ می‌کنه که چیزاش از کپی‌های این روزنامه الان در دست مردم هست، در اونجا تشویق می‌کنه به مردم. البته شدیداً طرفدار دولت بود، برای اینکه میگفت که و مذهب، میگفت این دوتا باید باشن، اینا از هم جدا شدنی نیستن در جوامعی مثل ایران و هیچ وقت هم در هزار سال آینده هم اینا از هم جدا نمیشن. این مذهب باید باشه و سکولاریسم باید باشه، یک بدن هستن، دو رهبریت هستن، منتها اگر پادشاه یا رهبریتی به هر صورت اونجا باشه، اینا رو میتونه به اصطلاح هماهنگ کنه. البته روزنامه ملکم خان اولین روزنامه نیست. اولین روزنامه ایران یک سیاح ایرانی به نام میرزا صالح شیرازی در 72 سال قبل از مشروطیت در رفته بود تبر یاد گرفته بود در انگلستان، اونو چاپ میکنه، یک دو شماره چاپ میشه. و دیگه البته روزنامه دیگه هم بودن در استانبول، در روزنامه اختر، شرف، اینا چاپ میشن. اون جنبه سیاسی قانون که تاثیرگذار بود، جای دیگری داشت، خیلی بلکه خرد پشتش بوده و فکر پشتش. هنوز فریمیسنری به صورت کاذب در ایران، هنوز اونایی که به این به اصطلاح فراموشخانه میرن، هاوس اف اوبلیویان، خانه فراموشی، در اونجا فقط تقلید میکنن، یعنی ادای فریمیسنری رو در میارن. بعد از یک مدتی ملکم خان خب برمیگرده ایران، میشه رابط بین معلمین دبیرستان دارالفنون و شاگردانی که فرانسه یاد میگرفتن، بین این دوتا خودش هم کم کم شروع میکنه اونجا درس دادن. و در این بین میتونه تلگراف رو میاره ایران و یه تلگراف میذاره در دارالفنون، یکی در کاخ گلستان، و میخواد یاد بده که ارتباطات چه اهمیتی داره. مردم بهش میگن آقا این تلگراف بین کاخ گلستان و مدرسه دارالفنون چه تأثیری داره؟ میگه دارالفنون مرکزی جایی است که روشنفکرا هستن، پس اگر دائم اینا هر چی هر کی میخواد به کاخ گلستان بفرسته، گیرنده اگر در اون ور این دانش رو داشته باشه، این خرد رو داشته باشه که مطالب رو به درستی درک کنه، درک مفاهیم کنه، در اون موقع پیشرفتی حاصل میشه. البته لاتاری هم آورد ایران اگه به خاطرتون باشه، یعنی مثلا از نظر تاریخی به خاطرتون باشه، رشید اگه اون سر داشت. در ضمن برای اینکه مردم ترسیده بودن از واژه فریمیسونی رو، فراموشخانه اینا، و برای اینکه مذهبیون هم وارد این تشکیلات بشن، اومد مجمع آدمیات رو درست کرد. من در ایران در کتاب‌های فارسی ندیدم که مجمع آدمیت چند تا عضو داره، ولی یک بار در پابلیک رکورد آفیس انگلستان در ریچموند یک کاغذی رو نگاه می‌کردم، در آنجا نوشته بود 219 عضو داشته. حالا اگه بعدش کم شد زیاد شد نمی‌دونم، ولی 219 عضو داشته که اینا کسانی بودن که الیت مملکت بودن. چه سالی تا این 1863 64 بعد از در این سال هست مجمع آدمیت، و اینا الیت بودن، اینا به اصطلاح احشد مملکت، کسانی بودن که در وزرا بودن و روحانیت. در مورد تجار یک عقیده بود که این عقیده رو از چینی ها برداشته بود پدر ملکم خان، یعقوب خان، و میگفت تجار رو نمیشه روشون حساب کرد، برای اینکه چینی ها یک واژه‌ای دارن به نام شی، و شی به معنی اینه کسی که فقط به فکر سود و ضرره، و کسی که تاجر باشه منافع مملکت رو نمیتونه در نظر بگیره، فقط به سود و ضرره. در جامعه چینی در گذشته و در جامعه ژاپن در امروز، تجار از نظر طبقه بندی در جای بالایی قرار ندارن، چون اینا منافع شخصی رو ترجیح میدن به هر منافع مملکت. اینه که اونجا عجب تفکری، تجار رو اجازه ندادن بیاد تو در اون مجمع آدمیات. بودن چند نفری صاحب تجار رو نمیدونم چند نفر بودن، اما کم بود. روحانیون بودن، نظامیون بودن، شاهزادگان بودن، و اینا براشون بازی بود، میرفتن در اونجا در مجمع آدمیت هستیم، یعنی مثلا حالا چیز خیلی بزرگی، در صورتی که در اونجا کاری انجام نمیگرفت. و بعد از مدت خیلی این البته 20 سال بعد از فراموشخانه است اینا درست کرده، خیلی ناراحت شد که این شکل نمیگیره، مجمع آدمیت جایی نمیرسه،
و به فکر دیگه افتاد، گفت از تهران برم. در اون موقع این کسانی که در اون تو بودن اول بهشون میگفتن برادران، همونجور که الان فریمیسونیا و هم دیگه میگن برادران، بعدن شد یاران، الان یاران هم به کار میره، این واژه یاران هم به کار میره. بعد از این مجمع آدمیت جامعه آدمیت رو درست کرد، منتها بعد از اینکه اینو درست کرد داد به دست کسی به نام عباس‌قلی قزوینی که از یارانش بود و گفت شما اینجا رو اداره کنید، من میرم اروپا، و خودش به اصطلاح رفت اروپا. یه چیزی هم که قبل از اینا درباره اولی گفتم، اینا در 1858 فراموشخانه درست کردن، میخوام اشاره کنم در 1819 در فرانسه Persian Philosophical Right یک گروه ایرانی، دانشجویان ایرانی که اونجا بودن، با 8 نفر 7 نفر فرانسوی و یک انگلیسی اومدن یک لوژ درست کردن. ما درباره این لوژ خیلی کم میدونیم، اسامی کسانی که لوژ به اصطلاح Persian Philosophical Right رو درست کردن نمیدونیم کیا هستن، اما میدونیم که یه مقدار از مطالبی که در اونجا برداشتن و به کار میبردن از لوژ سکاتش رایت بوده. بعدش هم چون مورد تایید فرانسوی ها نبود، لوژ اوریانت و غیره بودن، اونا قبول نکردن، این بعد از یه مدتی خاموش شد رفت. خدا از نظر جنبه تاریخی فقط خواستم اینو گفته باشم. مورد دیگر که میخواستم بگم این واژه هایی که مثلا سکاتش رایت، یورک رایت، اینا اگر الان بخواین توضیح بدیم که این رایت رو نمیدونم اکسپتد رایت رو چیه. وقتی که نام یک به اصطلاح دستگاه لوژ رو به کار میبریم، خواهش میکنم ببخشید، چقدر این ماجرا مثل سکاتش رایت، فلسفیکال رایت یا یورک رایت، هر کدوم به اصطلاح نیاز خودش، این به معنی تایید شده و حقیقی بودن اون لوژه. این رایت اونه، منتها RIT می نویسن، RITE، اون رایتی که سمت راست و سمت چپ نیستش. بعد ما گراند لوژ داریم، گراند لوژ یعنی لوژ بزرگ، همچنین میگم ما یعنی من به هیچ وجه با این جزء اینا نیستم، نه اینکه نه تنها نیستم، منتها فقط دارم از نظر بیان گفتم ما گراند لوژ داریم. این به معنی لوژی است که حاکمیت بر لوژهای دیگه داره، یعنی مثلا فرض کنید در ایران در زمانی وقتی لوژ بزرگ ایران بود 43 لوژ کوچکتر تابع اینا بودن، از این لوژهای کوچکتر بیشترشون سکاتیش رایت بودن، بعد یه مقدار آلمان ها بودن، لوژ آلمان بود، بعد یه مقدار لوژ فرانسوی بود، البته لوژهای پراکنده و انفرادی و مجزان بودن، مثل لوژ الپینو بود مال سوئیس و اینا بودن، مال عربایی که داشتن اینا. بعد وقتی که استاد اعظم میخوان انتخاب کنن، چون اینا درجات مختلف دارن، اگه یادتون باشه خدمتتون عرض کردم که اینا مثل نظامیان درجه بندی دارن یا مثل روحانیان، اینا هم این درجه بندی رو که دارن، بالاتریشون استاد اعظم، استاد بزرگشونه، و درجه های پایین تر داریم، معاون داره، مثل اگه بخوایم با ارتش مقایسه کنیم از ارتش بود بگیریم بیاین پایین، همینجوری دارین تا سرباز پیاده. و اینو که میخوان انتخاب کنن در ماه دسامبر تایید میکنن که کاندید کیه، و در ماه مارچ انتخابات صورت میگیره. لوژهای مختلف نوع انتخابش هم فرق میکنه، مثلا یکی میگن برای 3 سال انتخاب میشه، یه جا میگن برای 6 سال انتخاب میشه، بعضیا اونایی که استاد اعظم اصلا نمیخوان برن همونجا میمونن از بین برن. بله، نوع بعدش هم میرسیم به مطلبی که پیش از این گفتیم در معبد سلیمان، که گفتیم هنوز اینا فری میسن ها میسن نشده بودن. وقتی معبد سلیمان رو درست میکردن این میسن ها، سلیمان، حالا داستانه، میاد میگه عجب کاری شما میکنید، چون شما این کار رو خوب انجام میدین، من میخوام که شما فری میسن بشین، بنده های آزاد بشین. از اون زمان اونایی که میخوان ادعا کنن این مطلب برمیگرده به سالیان دیرین و کهان و باستان، میگن در زمان سلیمان بوده که اومدید اینجا درست میکنن معبدو، و چون خوب درست میکردن، معمارا کارشون رو با نظم صحیح درست میکردن، به اینا آزادی داد و اینا شدن فری میسن. یعنی بنایان جزء گروهی بودند که غلام بودند برده بودند. من همین و اینا رو آزادی داد به اصطلاح، حالا اینجوری که میگن حالا دیگه، و به اصطلاح بچ اینا شدن بناهای آزاد پذیرفته شده. الان اکسپتد هم میاد، مثلا اکسپتد رایت میاد، مثلا سکاتیش اکسپتد رایت، این اکسپتد رایت هم از اینجا میاد، یعنی این هم پذیرفته شده هستن هم فری میسن هستن. اما میسن ها مثلا از نظر تاریخی گفتن ما اینو به اصطلاح نگر میداریم و به این صورت. واو، خب
ادامه میتونیم بدیم؟ بله نه 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 ادامه بدین. من اصلا دارم گیجگیجی میخورم با اینکه اون چیزی که من میدونستم و توی کتاب راین سوال راجع به راین هم دارم، با این چیزی که شما دارید توضیح میدید زمین تا آسمان تفاوت داره. بفهم خدمتتون عرض کنم، در ابتدا برای این میگم این کتابایی که میسون نوشتن با هم دیگه نمیخونه، برای اینکه وقتی میگیم ما در زمان سلیمان بوده است و معبد سلیمان رو درست میکنه، از اون سو میبینیم که میسون ها در یک دارالمعارف یک دیکشنری از دانشنامه ای هست به نام که رابرت مکای نوشته در سال 1933، نسبتاً اون بهترین دانشنامه است. البته دانشنامه زیاده، از بس اینا قاطیان کتاباشون پراکندن از این دارالمعارف زیاده، بیانات مختلف داره. به هر حال در اونجا نوشته که میسون ها در ابتدا مسیحی باید می بودن، کسان دیگه که غیر مسیحیان در میان خودشون راه داده نمی شدن. برای همین هم اونی که میسونی که می رفت تو اول به مسیحیت و خدا قسم می خود. الان البته مسائل فرق کرده، الان فرق کرده به این صورت که تمام ادیان می تونن بیرن، شما باید فقط خدا را قبول داشته باشین. این عکس الان پخش میکنن؟ بله خب این در این عکس الان در لندنه، لوژ لندنه. اون که در سمت راست صحنه است دوک اف کنت، و شما اگه زمین اونجا رو ببینید به صورت شطرنجی، بله این از نظم صحبت میکنه. صحیح، هم راست و چپ چون سیاه و سفیده هم نظم داره. تر تمام لوژهای که شما فریمیسون ها دارن این نظم رو میبینید، یعنی این اصطلاح این نظم وجود داره که نظم شطرنجی، نظم شطرنجی وجود داره. بعد در مورد اینی هم که مذاهب نمیتونن به اصطلاح همه مذاهب میتونن بیان، الان فقط باید خدا رو بپرستن. الان میگن شما اگه خدا رو قبول دارین، واجب الوجود رو قبول دارین، مهندس بزرگ یا آرشیتکت بزرگ رو قبول دارین، پس قبوله. اگه یادتون باشه تو فیلمای به اصطلاح فیلمایی که در ایران درست میکردن، فیلمایی که حالا واژش آبگوشتی میگفتن در اونجا زیاد اتفاق میفتد که هنرپیشه اول میگفت اوستا کریم مثلا خودش کمک میکنه. واژه اوستا از اونجا میاد، همون اوستاست. اوستا معمار بزرگه، معمار بزرگه. اینکه بگن مصطفی در ایران به معمار میگفتن اوستا، این اوستای بزرگ، اوستا کریم، خداوند کریمه دیگه. خداوند کسی نیست که کارهای بد انجام بده. خیام اگه یادتون باشه وقتی که اون آبریقش از دستش میفته شروع میکنه با خدا بحث کردن، هرچند اون داستان آبریق نادرسته، ولی با اون شجاعت با خدا صحبت میکنه. بعد تو این داستانا هست، داستانای دلکشی هست در این مورد، میگه خب تو چطور خدا با این به اصطلاح با این جسارت و با این قدرت صحبت میکنه؟ میگه چون خدا کریمه، اونی که ناکریم نیست، اونی که کارهای خدا دنبال انتقام نیست، پس من میتونم هر طور میخوام با خدا صحبت کنم، از خدا من آسیبی نمیبینم. فریمیسونی هم این مطلب رو به این صورت ارائه میدن که شما اگر خدا رو قبول داشته باشین، اون آرکیتکت بزرگ رو قبول داشته باشین، میتونیم بیاین تو. حالا البته بهتون بگم خیلی از اینام که این روزا میرن اونجا نه خدا رو میشناسن نه کس، نه اوستا رو میشناسن نه معمار رو میشناسن، ولی به این صورت کلامی میگن. بله مطلب دیگرش اینه که اصولا در مسائل به اصطلاح در دیدگاه کلی فریمیسون ها میگن ما با در هر کشوری که هستیم با رهبریت اون با رژیم کاری نداریم، باید تایید کنیم. حالا این هر رژیمی که میخواد باشه ما تایید میکنیم، خوب بد دجال غیر دجال نمیدونم دموکراتیک رو قبول میکنیم و در سیاست دخالت نمیکنیم و در مسائل سیاسی هم وارد نمیشیم و صحبت نمیکنیم. در حالی که چنین نیست. البته که چنین نیست. شما دو نفر ایرانی رو تا حالا دیدین وقتی همدیگر رو ببینن مسائل جهان رو بخوان حل نکنن؟ کمترینش اینه که بلافاصله هر چیزی که در اون روز اتفاق افتاده حل و فصل کنن. اما یک دیدگاه دیگه ای هم هست که بعضیا میگن که، یا با هم صحبت میکردیم کمی پیش، فکر کنم که آیا فریمیسون ها توشون بانوان هم هستن؟ بله. نسوان هم هستن یا نه؟ سابق نبوده. دلیلش هم به نظر من جای ننوشته، ولی به نظرم چون در دوران کهن، در دوران دینی 400-500 سال پیش حتی معماران زن نبودن، و اگر بودن خیلی خیلی کم بودن. اینه که در این گروه هایی که معمار بودن زن نبوده، ولی در 1730 در فرانسه، فرانسه تو این چیزا به اصطلاح بازتره از نظر امتیازاتی که به نسلا میده، بازتره، روشنفکتره. البته من همیشه انگلستان رو ترجیح میدم به فرانسه، ولی در این مورد
بیشتره. در 1730 دو تا لوژ درست کرد که بانوان هم میتونن وارد بشن. بانوان هم همون مراسم دارن، همون لباسا رو میپوشن، همون انجام میدن، منتها بیشتر کارشون خیلی است. یعنی به انجمنهای عرفان میرسن، به جایی که یتیما هستن، خانه هایی که خوراک میدن به اونایی که نیازمندن، جای به اینجور کارا میرسن، با همدیگه در یک جا جمع نمیشن. مطلب دیگری که در کتابای ایران هم من دیدم این اواخر، بعد از انقلاب کتاب زیاد نمیشه شده درباره فریمیسنری. شاید بدون اغراق 80%ش نادرسته و مطالبی هم که می نویسن افرادی نمی نویسن که آگاه باشن. من نمیخوام این گروه تایید کنم یا تکذیب کنم، اما اونایی که در ایران می نویسن ناآگاه و بی خبرن در این مورد. هستن کسانی که یک مطالبی می نویسن، شاید عمد دارن که شک دارم. نه شک دارم که دولت مثلا یه چنین فکری داشته باشه، ولی کسانی ممکنه پیدا بشن که بخوان خودشونو شیرین کنن اینا و به اون صورتی جلوه بدن که یک با یک امپریالیسم و یک کاپیتالیسم و اینا بخوان مبارزه کنن. خیلی چیزا میگن، مثلا در مورد این علامت فریمیسنری، اگه اون پرگار و گونیا و جی رو اگه اتاق فرمان یک دقیقه نشون بده. بله، شما اینو جی رو میبینید، اون خب گونیا و پرگار خب مشخصا علامت بناییست. اون جی وسط رو که شما میبینید در کتابای ایرانی نوشتن این به معنی واژه اول بوزه، گوت. آها. و اینا چون بوز میپرستن شیطان پرستن. ای اینجوری. اما این واژه جی چیه؟ اولا معانی مختلفی داره. آلمان ها اون موقعی که هنوز کشور متحدی نبودن این جی رو استفاده میکردن، میگفتن فریمیسنی اصلا آلمانیه، جرمنیه، تمام این ایالات های مختلفی که هستن با این جی اینا متحد میشن. این دیدگاه لوژای آلمانیه. یه عده دیگه هستن که میگن نه، این واژه اصلا گاده، جی او دی، گاد این هستش. یه گروهی هم اصلا در انگلستان مثل گروه یورک در اوائل میگفت نه، این اگه شما دنیا رو در، چون اینا مهندسین هستن، معماران هستن، گونیا و اینه، خداوند در 6 روز دنیا رو ساخت، روز هفتم استراحت کرد، جی هفتمین به اصطلاح حرف الفابت انگلیسی، پس این نشانه از خداست و نشانه از اینه که دنیا رو در 7 روز درست کرد. اما منطق میگه که وقتی شما گونیا و پرگار میبینی وسط شمجه، این جیامتری هندسه است، چیز دیگه ای نیست. و این برمیگرده به همون هندسه، حالا واژه هندسه. و هندسه چیه؟ نظمه، اصولا نظمه. خدمتتون عرض کنم اما علامت های دیگه فریماسون ها دارن که ما همیشه میبینیم، حداقل در فیلم ها پیشبند. این مسئله پیشبند، شما سنگ تراش های قدیم اگه تو ایران نگاه میکردی، یا آهنگرهای قدیم، یا گارسونا رو در رستوران، همه یه پیشبند دارن. پیشبند برای چیه؟ که لباس کثیف نشه. و این دیدگاه این است که این پیشبند اگه ببندن، البته در ابتدا از گوشت از چرم گاو بوده و اونقدر این چرم گاو رو میکوبیدن که سفید میشده و نشانه پاکی بوده، پاکی تن و روان بوده. واو. الان هر کی وارد این لوژ ها میشه یه دونه از این پیشبندا میبنده و اون علامت هایی که الان من اونجا میبینم مثلا مربوط به لوژه. هر لوژی برای خودش پیشبند داره با یه علامت مشخصه. صحیح. دستکش هم همین معنی رو داره. دستکش سفید هم میبندن که رو تنمون پاکه. حالا من نمیدونم پاکی های ولی اینا اینجوری در تعبیر اینجوریه که اینا هستن. مطلب دیگه ای که در لوژهای ایران من میدیدم در سابق، یا علامتشو که من میدیدم، علامت فر و هر رو داشتیم و علامت مطالبی از زردشت. حتی در کتاب دیکشنر خدمتتون عرض کنم روبرت مکای، اونجا ما درباره زردشت هم میخونیم که زردشت در دوران زردشت همین گفتارنیک پندارنیک و طبقه بندی جامعه، طبقه بندی جامعه چجوری بوده، کارآموز بوده، استاد بوده، که این کارآموز از همه پایین‌تر استاد و دستور موبد. اینا میگه این سپله‌ای بوده که جامعه داشته و این همون سپله‌ایه که فریماسون‌ها در ابتدا اتخاذ کردن. البته میدونید خدمتتون عرض کردم که میگه وقتی که تشکیلات لوژ اسکاتیش رایت اومد، این سپله رو باز کرد، شکست و 33 پله کرد. اما مسئله عقاب و عقاب دو سر، اگر محبت کنن نشون بدم، شما این عقاب دو سر اگه ملاحظه بفرمایین در تمام خاندانهای بزرگ اروپایی از قرن 16 هم به بعد این عقاب دو سر میبینید. در خانواده رومانوف میبینید، هابسبورگ میبینید، در خانواده های اتریشی، لهستانی، مجار. اینا الان اگه بخوایم توجیه کنیم به زبان خیلی ساده، به این صورت که اون بدن عقاب جامعه است.
این دوتا سری که هستن، یک سر عقاب خدمتتون عرض کنم روحانیته، یک سر عقاب سکولاریزمه که هر دوتا در جامعه هستن اما به هم نگاه نمی کنن و جهت مخالف نگاه می کنن، اما در یک بدن هستن. اما اون چه که اینا رو متحد میکنه اون تاجی که اون بالاست. حالا اون تاج الزاما پادشاهی نیست، ولی چون این عقاب در زمان خیلی گذشته بوده، در اون زمان جمهوری نبوده، فقط پادشاهی بوده. اینه که تاج هست. و اون علامت 33 که میبینید که به اون 33 مرحله لوژ گراند استاد، به اصطلاح استاد اعظم یا استاد بزرگ، اون علامت 33 وم آیا 33 که سوار بر تاج هستش، یعنی که سمبولیکه. این مفهومو نداره که گرند لوژ این فقط سمبولیکه. اصلا اون عقاب است و ببینید اون انشاب پیدا کرده، اون انشابی که پیدا کرده اون 33 پلگ، نگاه کنید خطایی که داره، اینا نوریه که به لوژهای کوچیک‌تر میده. بلو لایت یعنی اون نوری که یک لوژ بزرگ داره برای اینکه یک جای دیگه ایجاد بشه، میتونه از مثل شمعی که شما داشت، آتشی که داشته باشین، یه شمع رو برمیدارین جای دیگه روشن میکنین، اینا هم از این طریق میرن و جای دیگر رو به اصطلاح روشن میکنن. مطلب دیگری که در مذاهب هم میبینیم و در فریمیکسونری هم زیاد میبینیم اساست، و درباره این اسام خیلی صحبت میشه و در کتابای ایرانی که بعد از انقلاب نوشته شده باز درباره اینم اقرار کردن که اینم علامت جادوگری است و غیره غیره. علامت جادوگری نیست، اما اگه بخوایم نگاه کنیم عصا قدرت. شما رهبران جهان رو تا جنگ جهانی دوم ببینید و پیش از اون همه یه عصا داشتن، از پیر کلمانسو بگیر، چرچیل بگیر، همه. حتی نظامیان باتون کوچیک دارن که زیر بغل مارشال ها، این نشانه قدرت. تعلیمی بهش میگن. حالا اون تعلیمی چوب بزرگتری است که باز بسته میشه، اون استوارا دارن. اینی که ژنرال ها میذارن اونجا اون باتون و مارشال ها میذارن، تفاوت اون قدرت، نشانه قدرته. شما در کلیساها اگه برین، اون شما میدونید در تمام این کلیساها مراسمش به دوره بت پرستی برمیگرده، فقط اون صلیب اضافه شده. این لباسا، این تمام اینا هستش، اینا همه علائم بت پرستی. اون چوبی هم که دست اون حالا اسخف و کشیش و هر چی هست، این نشانه اینه که چوپانه، چوب دستشه. چون همیشه مردمی که میان به کلیسا به اینا میگن گله، فلاک، they are my flock، اینا گله من هستن، مردم گوسفندن. حالا این دیده گوسفندن و این از این کشیشام چوپانن. و همین طریق اگه ما نگاه میکنیم، عصای موسی رو که میبینیم عصای قدرته. حالا عصای قدرت موسی رو چجوری بیان میکنن؟ میگن خب این که وقت رفت پیش فرعون برادرش، که برادرش تنیش نبود، ولی وقتی رفت پیش فرعون هنوز جدا شده بودن و دوباره خواستن اینا قدرت نمایی کردن، جادوگرای فرعون ماری انداختن این وسط و اینم چوبشو انداخت که عصاشو انداخت که مار اونو خورد. این جنبه جادوگری نه تنها در خدمتتون عرض کنم به این صورته و به شیطان پرستی مربوط نیست. مثلا شما برمیگردید همون دوره‌ای که درباره ملکم خان صحبت می‌کنیم، یکی از کارهایی که ملکم در اروپا یاد گرفته بود، گفت در جامعه ایرانی به درد می‌خوره، اینه که اینا ما به ماه نخشب باور دارن. ماه نخشبی که از چاه میاد و میره و به اصطلاح منیزیون بود و نور میداد، باور دارن. پس من اگه جادوگری یاد بگیرم یا اگه شعبده بازی یاد بگیرم، حالا جادوگری نه شعبده یاد بگیرم، موفق میشم. ما میبینیم این فکر هست هنوز. ما در همین انقلاب تمام جمعیت ایران در کره ماه عکس آقای خمینی رو دیدن. من به یکی از دوستام که پزشک از دوستان من اینجاست، گفتم شما این ماه دیدی؟ گفت ما هم دیدم. گفتم والا ما اون ماه در لندن بودیم، ما هم نگاه کردیم همون روز، ولی ماه ما با ماه شما تفاوت زیاد داشت، که اون ماهی که ما نگاه می‌کردیم چه کسی رو تو ندیدیم. یعنی این خرافات به این صورت بوده است و این نشانه اصلا تنها چیزی که هست نشانه قدرته. و اینی که اصلا در ذهن مسئله مار هم هیچ جنبه بدی نداره. اگه بد بود در بهش نبود، اگه آدم و حوا اونجا مار، خدا چیز بدی نمیاره، عقرب نیورده بود کنارش، مار آورده بود بهشتش. اما این مار چه نمادی داره؟ مار نمادی عوض شدن فصله. پوست که میندازه مار، یعنی از یه دورانی به یه دوران دیگه میرسیم. ما وقتی وارد این شورستان زندگی شدیم، نمادهای مختلف داریم، از یک وارد شیم خارج میشیم. شما با همین نشانی که الان روی تلویزیون هست ملاحظه فرمایید، حالا این مثل اژدهاست یا ماره، حالا شکل ماره بعد در اصل این دایره رو که می‌بینیم به این صورت با اون علامت وسط فرمیسنی دوم به خودشو گرفته. این نشان میده آغازش و پایانش یکیه. یعنی من از یک جای آغاز میشم و یک جای تموم میشم. اگر شما یه دایره رو در نظر بگیرید، یک نقطه رو بردارید، اون دایره ناقص میشه. در این دیدگاه
اون است که ما از یک در وارد میشیم، از یک در خارج میشیم. آمدن رفتن ما نهایتا در یک جاست. این به اصطلاح دیدو دارن. دید دیگه ای که دارن دید عناصر طبیعی است. فریمسون‌ها به طور کلی، حالا نمیگم همه رعایت میکنن ها، ولی در کتاب های قدیمی هست، به چهار عنصر طبیعی اهمیت میدن. یکی آبه که انسان از آب به وجود میاد. دیگری حواست. هوا استشاق میکنه که در این دنیایی که زیاد مایل نیستیم باشیم هستیم. سوم آتشه. آتش نشانه زندگی است. اگر آدم سرد باشه اون 37 درجه برسه به 10 درجه و کمتر یخ میزنیم از بمیریم. و چهارم و آخرینش اینه که خاکه و به خاک سپرده بشیم. این چهار عنصر رو محترم میشمارن، نمیپرستن، محترم میشمارن. ولی باز برمیگردیم به دین زردوش و ما میبینیم که آب اهمیت خاصی داشته، آتش هم اهمیت خاصی داشته، خاک هم اهمیت خاصی داشته. ما در تاریخ ایران نیروی دریایی ما همیشه از کسانی دیگه بود. یونانیان بودن، فینیقی‌ها بودن، اسپارتی‌ها بودن، مثلا آدمیرال آسکیلاس که بزرگترین دریا سالار ماست یا آرتمیس بزرگترین دریا سالار ما، اینا ایرانی که نیستن، ایران تبارن، یعنی در اصل مثلا مال هالیکارنس آرتمیس، مال ترکیه امروزی است که زمانی از شهرهای دولشهرهای ایران بوده است. اینا آب و آلوده نمی کردن. موقع کشتی سازی از مهندسی یا استادان فنیقی استفاده می کردن. وقتی که ما آتش رو می پرستیدیم در ایران واقعا می پرستیدن، احترام و می پرستن و هیچ وقت چوب نمی انداختن اون تو، اینقدر مقدس بوده. ولی چجوری آتش بدون چوب می سوزه؟ جایی که گازه. وقتی که دارسی و دیگران هوس کردن و بیان نفت ما رو پیدا کنن که زیر خاک بود گاز پیدا کنن، اولین کاری که کردن مهندسینش گفتن بریم بگردیم کجا آتش کرده بوده. اونجایی که آتش کرده بود و الان دیگه خراب شده گاز طبیعی میومده بیرون، فهمیدن اونجا باید نفت باشه. به این صورت این چند چهار عنصری که خدمتتون عرض کردم و برای فریمسون‌ها اهمیت خاصی داشته. بعد میریم به دوران جنگ‌های صلیبی. در دوران جنگ‌های صلیبی یک تحول بزرگی شد، خیلی چیزا اتفاق افتاد. در 1099 اروپا تصمیم گرفت بره خانه خدا رو، جایی که مسیح بوده، آزاد کنه. حالا هوسی بود دیگه، همونجوری که الان داعش میخواد بره در عربستان سعودی اونجا رو آزاد کنه. بالاخره اینا لشکرکشی کردن، اینا رفتن، اغلب برای چاپیدن بود و دزدیدن بود و غارت و اینا. از اون ورم خب مبارزه میکردن دیگه و در این بین گروه های تشکیل شدن که غیر وابسته بودن، منتها برای اینکه وابستگی پیدا کنن نیاز به یه چیزی داشتن. اومدن گروه های شوالیهی درست کردن که به هیچ پادشاهی، به هیچ به اصطلاح دوکی وابسته نبودن، منتها برای اینکه در شکل ظاهر رو حفظ کنن اومدن به فریمیسون هایی که در اون موقع در نهام بودن پیوستن. من چون باید اینا رو از رو اسم بخونم، این 16 17 تا از این گروه های شوالیهی هست که هنوزم هستن، اینا رو نام میبرم بعد توضیح کوچیکی میدن. Knights of Brazen and Serpent, Knights of Constantine, Knights of East or Sword, Knights of East and West, Knights of Kadosh, Knights of Ladies of the Dove. Knights of Ladies of the Dove تن یکی از گروه هایی است که هم بانوان میتونن عضو اون باشن، هم مردان میتونن عضو باشن. Knights of Malta, Knights of Mediterranean Pass, Nymphs and Rose, Knights of the Ninth Arch, Red Rose, Royal Axe, The Sun, The True Light and Knight Templar. Knight Templar Red Cross. بله، هیچ چیزی نیست، به اصطلاح صلیب قرمز، به اون Red Crossی که ما میشناسیم مربوط نیست. صلیب سرخی که ما میشناسیم نیست. اما در اینا من میخوام به این Knight Templar اشاره کنم که الان نزدیکترینه به فریمیسونها. و این Knight Templar‌ها کسانی بودن که خدمتتون عرض کنم قدرتشون موند در اروپا، با اینکه در قرن 14 15 هم افول کردن. اگه این نمودار بکشیم ببینیم اونا افت کردن، اما بعداً میبینیم قدرت پیدا کردن، به طوری که الان در بعضی از کشورها مثلا در چک شما اگه عضو Knight Templar نشین نمیتونین وزیر بشین، نمیتونین عضو مجلس بشین. حتما برای ترقی نیاز دارین که وابسته به یکی از این گروه ها باشین. البته چیزم هست، یعنی زیادم سری نیست، تشکیلات آزادی داره. اما فریمیسونی رو در دوران پهلوی اگر بخوایم نگاه کنیم، الان وقتی که سالهای آخر دوران قاجار بود، حالا مثلا ما میدونیم رضا شاه در 1925 به قدرت رسید، ولی 3-4 سال مونده که به قدرت برسه، پادشاه بشه، خب این نخست وزیر بود، وزیر رئیس ستاد بود، اینا
افراد زیادی که در فریمیسن بودن در دوره قاجار متوجه شدن که اگر رضا شاه سر کار بیاد، حالا به صورت پادشاه بیاد، به صورت یک ژنرالیسمو باشه، به عنوان یک ژنرال باشه یا یک ریاست جمهور باشه، آنچه که به رژیم قبله همه رو پاکسازی خواهد کرد. این روال بوده تاریخ ایران. اگه نگاه کنیم هر کی هر قدرتی که سر کار میاد قبلی رو محکوم میکنه. حالا چه خوب چه بد. در دوران قاجار به پهلوی یک دوران استثنایی است، چون تمام رجال دوران اول پهلوی و بعضی از کسانی که در پهلوی زمان محمد رضا شاه فقیه در دوران پهلوی بودن، حداقل دوران اولش، یعنی تا مثلا بگیم تا قبل از ماجرای 28 مرداد، از رجال گذشته بودن، همه قاجار بودن. یعنی انتقال یافت دوران قاجار، امتداد یافت به اینجا. متأ اینا کاری که کردم هرچی دسته و گروه و نمیدونم تشکیلات بود یخزدش کردن برای مدتی، رفتن زیر زمین. آره، و دلیلش هم خوب بود، دلیل فکر خوبی هم بود. وقتی رضا شاه اومد سر کار اینا رو دوباره دعوت کرد، از تمام از سهیلی و فروغی و قوا سلطنه و مشیرالدوله، همه اینا به این گروه، تقی‌زاده و اینا، همه به این گروه بستگی داشتن. اون تو تفاوت میگه، مثلا تقی‌زاده با لوژ آلمان بود و مشیرالدوله مال انگلستان بود و اینا. این گروه ها اومدن به اصطلاح سر کار. وقتی رضا شاه اومد با همه اینا مقام و منزلتی داد و از 1925 تا 1941 فریمیسنی در ایران اوج نگرفت، ولی خاموش هم نشد، چون اونایی که ارتباطاتشون با خارج بود، با لوژهای خارج بود، نگه داشته بودن و به عنوان عوامل و عناصر خارجی بودن. مثلا میگفتن انگلوفیل، جرمنوفیل، روسوفیل. این مثلا وابستگی سیاسی رو که در واقع هنوز هم مثلا میگن طرف انگلوفیله، این در واقع چیه؟ این همون اینا میسونایی بودن که وابسته بودن، منتها نه به صورت رسمی از طریق لوژ و غیر وابستگی داشته باشن، اینو به صورت غیر رسمی داشته باشن، عوامل عناصر خارجی بودن. چسترفیلد هم یکی از همین لوژا بوده. چسترفیلد نو چسترفیلد نمیدونم همین. اوکی، من چون فیلد گفتی، من یه چسترفیلد هم یه ماجرایی هست میدونم که حالا باشه. در مدت چیزی اتفاقی که افتاد در دوران رضا شاه، در اون از 17 سال آخری که رضا شاه سر کار بود، گروه های چپی که در ایران شروع کردن فعالیت کردن، و این گروه های چپی اغلب چپ نبودن، بیشتر استالینیست بودن در واقع، اینا رو همه کرد در زندان. و اینا در زندان که بودن با هم دیگه می نشستن و برخاست می‌کردن، یک همبستگی پیش اومد بین این زندانیان چپ که اگر اینا در بیرون بودن 50 سال طول می‌کشید تا اینا بتونن این همبستگی رو به وجود بیارن، ولی چون در زندان بودن، همه رو در یه جا انداخته بودن، خب این شده بود دانشگاه طیف چپ. یکی از کارهایی که این دانشگاه طیف چپ انجام داد علیه فریمیسنری بود، یعنی گفت هر کی فریمیسنه جاسوس انگلیسیه. در صورتی که الان شما نگاه کنید ممکنه جاسوس فرانسوی هم باشه، چون لوژ فرانسوی برای انگلیسی کار نمی‌کنه، یا لوژ آلمانی برای انگلیسی کار نمی‌کنه، لوژ آلپینو که مال مثلا سوئیسه برای کار نمی‌کنه. منتها این واژه، این که هر کی فریمیسنه جاسوس انگلیسیه، در هست، در همه جا هست، حتی در کتابای همون که پیش از این فرمودین، کتابای آقای اسماعیل راین هم به این صورت جاسوسان انگلیسی و خدمتگزاران انگلیس به این صورت معرفی کرده است. بجز این گروه، ملی پرستان هم اینو یاد گرفته بودن که آره، اگه فریمیسنه جاسوسه، و جاسوس کی؟ انگلیسیه. ولی وقتی ما تاریخ ایران نگاه میکنیم، میبینیم مثلا پس کنید در یک، حالا به اونجا میرسیم، ولی میخوام بگم به این صورت. بعد تا 1900 و بعد از رفتن 1941 رضا شاه میره، فریمیسنری کم کم داشت اوج میگیره تا 1951 که در اون موقع یک اتفاق میفته که از خدمتون عرض کنم، از قاهره یک نفر که یک روزنامه چاپ میکرد به نام اتحاد اسلام، به نام محمد خلیل جواهری که در دمشق زندگی میکرد، در لبنان زندگی میکرد، بیشتر اوقاتش هم در این روزنامه اتحاد اسلام، هم یک روزنامه‌ای بود که اگر شما نمونش رو ببینید اصلا معنی بخصوصی نمیده، چون همه یک گروه های اسلامی رو میخواد در هم ادغام کنه زیر یک پرچم. این در ایران پیدا شد و اومد لوژ پهلوی رو درست کرد، لوژ همایون و پهلوی رو درست کرد، که این دوتا در واقع لوژ همایون و پهلوی نهایتاً یک لوژ هستن. و این وقتی پرسیدن از کجا آوردی، گفت از قاهره آوردم. خب این لوژ که از قاهره آوردی کجا؟ گفت این یک لوژ اورینت فرانسه است، یک چیزی درست کردن در واقع. منتها وقتی اومد ایران
تابع قوانین حکومت لوژهای ایران شد به این صورت. تا این ادامه پیدا میکنه ما میبینیم که مثلا در دورانی که محمد رضا شاه هست ما 23 تا نخست وزیر داریم. از این 23 تا نخست وزیر یه آمار گرفته بودن که 41%، یعنی در 11 نفرشون فریمیسنن. و ما وقتی میگیم فریمیسنن نمیتونن در سیاست دخالت کنن، خب این چجوریه وقتی که اگر نمیتونن دخالت کنن 11 نفرشون اونجا هستن؟ یه کسانی مثل حسین علا رو میبینیم. حسین علا دو بار نخست وزیر بوده، یه بار وزیر خارجه بوده، نماینده ایران در سازمان ملل بوده و شدیداً مخالف دوران پهلوی بوده، ولی اصرار داشت که باید قاجار بمونه، ولی انتقال شد از طریق همین تشکیلات از دوران قاجار به پهلوی و مهره خیلی اصلی هم در این بود. یعنی برای حسین علا جزء گران روژا بوده، بله لوژ بیداری بود، فکر کنم مال لوژ بیداری بود، ولی این از کسانی بود که خودش میل داشت که قاجار بر سر کار بمونن، ولی وقتی اومد این ور کسی هم کاری باش نداشت و تو نخست وزیر شد و وزیر امور خارجه شد و یه بارم خواستن ترورش کنن، فدایان هستم که گله تموم شده و قنداق هفته زدن سرش. ما میبینیم که مثلا این الیت ایران دورور دربار، دورور مجلس، کمتر روزنامه‌نگارا ولی بیشتر اینا، همه کسانی هستن که فریمیسنن و دخالت میکنن در امور. و الیت برعکس جاهای دیگه که الیت نیستن، بر کشور دیگه الیت نیستن. اینجا مثلا ببینید در دنیا 6 میلیون فریمیسنه، این 6 میلیون که الیت نیستن. در شما گلندل هم 4 تا لوژ داره، هر بقال و نمیدونم سبزی فروش هم میره اونجا عضوش هم میشه، هیچ مشکلی نداره، ولی در ایران چنین نبوده است. یک دورانی هم هست که ما میبینیم اتفاقاتی داره در الان یه چند تا اسم لوژ هم ببرم که بعد درباره اینا صحبت میکنم، اینکه روشنایی بیداری، همایون، مولوی، تهران، خیام، کوروش، بعد میر، ستاره سحر. ستاره سحر رو میخواستم فقط اشاره کنم، این بخشی از لوژ اخوت بود که جدا میشه. شریف امامی وقتی جدا میشن میرن تو ستاره سحر. ستاره سحر یه جایی پیدا میکنن نزدیک مجلس و تشکیلاتشون در اونجا میشه. ستاره سحر اشکالات اساسی داشت در فهم مفاهیم فریمیسنری. لوژ اخوت که کمتر پیش از این صحبت کردیم، اینا دراویش هم توش بودن، منتها دراویشی که فریمیسن هستن. محلشون هم درست روبروی بانک ملی ساختمونی بود، طبقه بالاش یه اتاقی بود که به اندازه همین استودیو مینا مینشستن گفتگوهاشو میکردن. یه اتاق کوچیکتر هم بغل داشتن که اتاق اندیشه بود، مثلا میرفتن اون تو. وقتی که انقلاب شد اتاق اندیشه منظور جایی میرفتن تفکر میکردن مثلا یا میخوابیدن. برام من که میگم اونجا مینا خسته میشه میخوابید، ولی بله همین اتاق اندیشه به اون صورته، مثل اتاق فکر اینجا نیست. اون لوژ اخوت هم رفتن سراغش، منتها خیلی دیر رفتن دیگه، هر آنچه که بود بیرون آورده بودن، الان یه مقدارش تو ایران یه مقدارش خارج. اما مثلا خونه آقای شریف امامی رو دست نخورده گرفتن، همه چیشو برداشتن. در اون زمان یه اتفاقی افتاد که شریف امامی گرند رو یعنی ماستر لوژ آخر استاد اعظم بود، استاد اعظم بود چون لوژ بزرگ ایشو بله عکس شریف امامی است که این خب میدونی که این همون عقابی که ما گفتیم عقاب دو سر، این هم سکولر بود هم مذهبی، چون از خانواده مذهبی بود هم از خانواده سیاسی بود و دوران آخری هم که محمد رضا شاه ایشون سر حساب قدرت بود به امید این بود که اون سر عقابی که با روحانیاته بتونه کاری انجام بده، که البته نتونست کاری انجام بده. لوژ بزرگ ایران که از سه لوژ فرانسوی، آلمانی و اسکاتلندی شکل میگیره در 1969 و انتخابی که کردن به عنوان استاد اعظم شریف امامیه. اما لوژهایی که به اصل لوژ هستن، به اصل بنیانگذارانش هستن در کشور خارجی، ایشونو این صلاحیت رو نمیدونستن که به این مقام برسه، ولی در ایران بود و شاه گفت ایشون بشه و کسی هم نمیتونست اعتراض کنه و ایشون به سرپرستی این سه لوژ اومد، لوژ بزرگ ایران درست شد. خدمتتون عرض کنم در همون زمان یه اتفاقی افتاد. 1968 آقای اسماعیل رائین میاد کتاب فرانسوی در ایران می نویسه، این 69 یک سال قبل از این در ایتالیا چاپ میکنه. همزمان که چاپ میکرد کتاب از زیر چاپ اومد بیرون، در یک سوی دیگر شهر در روم کنفرانس بزرگ به اصطلاح کلاب روم که میگه ایران کشوری است که الان کشوری است که مونتاژ میکنه و اگر مونتاژ تبدیل به تولید باشه اروپا از نظر صنعتی در مشکله. ما اینو میبینیم به این صورته.
اما چه کسانی این اطلاعات با آقای اسماعیل راین میدن که این کتابو چاپ کنه؟ بحث و حدیث بسیاره. آقای اسماعیل راین اطلاعات کافی برای نوشتن اون کتاب نداشت و اون مطالبی که نوشت برای بار اول قبل از اینکه بنویسه به اصفهان میده، میره پیش دکتر کارومیناسیان، یه محققی بوده، باستانشناسی بوده، پزشکی بوده، کتابی داره به نام شهدیز، دانشگاه کمبریج چاپ کرده، با دکتر لوکارت با هم چاپ کردن، کتابای دیگه هم داره، دانشگاه و کتابخانه اشرف در آکسفورد داره و کتابخانه یو سی ال خاورمیانه‌شناسی هم مال ایشونه. فوت کرده، سالهاست فوت کرده، 1974-5 فوت کرده ایشون. پیش اون میره وسایل مختلفی از نظر تاریخی، همین اپرون و اون ماله و چکش و علائم فریماسونری و داستانهای حقیقی فریماسونری ایشون یاد میگیره، اطلاعات جمع میکنه، یه مقدارم یک افرادی که در سازمانهای اطلاعاتی امنیتی هستن اطلاعاتی به این میدن. من در ایرانیکا خوندم که اطلاعاتی که ایشون داره، آقای چون در سازمان کوک بوده، از علوکی های اطلاعاتی گرفته و این چیز چاپ کرده. بعد ادامه میده که سازمان کوک به وسیله رکن دوی ارتش و ساواک درست شده، این اطلاعات درسته در ایرانیکاست، اشتباست، چنین چیزی نیست، سازمان کوک نه رکن دوی ارتش درست کرد، نه اداره دوم درست کرد، نه سازمان امنیت درست کرد، دکتر مهیمن درست کرد. ماجراش هم یه روز در اینجا مفصل مصاحبت کردیم، هیچ ارتباطی هم نداره. ضمن اینکه آقای اسماعیل راین تردید دارم عضو سازمان کوک باشه، هنوز باید برم تحقیق کنم ببینم بوده یا نه، ولی تردید دارم، اگر بود میدونستم این چیز نبوده، منتها به این صورت اومده. اون کتابی که چاپ شد و که خراب کردن فریماسون‌ها بود و اومدن آقای شریف مامی به اون صورت و 10 سال هم سر اون کار موندن تا زمان انقلاب، نشون داد که این فریماسون‌ها اون قدرتی که میگن نداشت، و اگر داشت ما میبینیم که با داشتن 10 تا نخست وزیر و غیره، این داستانایی که میگن به انگلستان مربوطه اینا چنین نیست، اگر می بود سر قدرت بود. ما ببینیم که یک دستگاه خیلی کوچکتری، یک گروه خیلی کوچکتری مثل فرض کنید فدایان اسلام یا رزمارا رو ترور میکنن، منصور رو ترور میکنن، حجی رو ترور میکنن، این توانایی ها رو دارن. بعضی از اینا هم بعدا در بیرون بختیار رو کشتن به اون صورت، در ایران هم که هویدا رو کشتن، هویدا البته بختیار و رزمارا اینا میسن نبودن، ولی منصور بود، موقعی که کشتن دیگه در اومده بود، ولی بود، پدرش منصور الملک، اونم نخست وزیر بود، اونم فریمیسن بود، هویدا بود. این چیزیه که چون فریمیسنی تمام مشکلات رو حل میکنه، یا ملکه انگلستان اونجا نشسته تلفنش خط قرمز بازه که هر کی بخواد تلفن کنه. این در این دوران بود. بعد میرسیم به فریمیسنی در غربت، اونم الان بگم یا نه؟ همه الان بفهمید. بله، وقتی که فریمیسنی در ایران تمام میشه بعد از 1979 یا 78، وقتی که انقلاب در ایران میشه، انقلاب به اصطلاح جمهوری اسلامی پیش میاد، اینا پراکنده میشن میان بیرون، همشون سنینی داشتن که هنوز زندگی مفید داشتن. یه 13-14 نفرشون که از لوژ اخوت بودن در کالیفرنیا تصمیم میگیرن که دوباره راه بیفتن، دوباره فریمیسنی رو در اگزایل، ایرانیان فریمیسنری این اگزایل رو درست کنن. برای این منظور میرن یه شهر دیگه در امریکا، از اونجا از آقای شریف امامی اجازه میگیرن، ایشون میگه خب بریم لوژ درست کنید. منتها چیزی که بود، لوژهای غربی قبول نداشتن اینا رو، قبول نمیکردن، هر جا میرفتن به صورت مستقل و مجزا و منفرد بودن و کسی اینا رو قبول نداشت، باید جمع میشدن اینا، به جایی هم نمیرسیدن، با اینکه مهره های اولیه قوی هنوز تو اون گروه بودن، 13-14 نفرشون بودن. تا نهایتا اینا میرن به ماساچوست. دلیلی که میرن به ماساچوست دو تا علت اصلی است. ببخشید. خواهش می‌کنم. یکی این که در ماساچوست چون اولین یکی از اولین ایالت هاست که قانون اساسی رو در اونجا نوشتن و شکل گرفت، هر شما شرکتی که تشکیلاتی یه قانونی که بخواییم بذاریم در اونجا اجازه، این اتفاقا در سینسیناتی ساختمان فریمیسنا در سینسیناتی که دارن نشون میدن، در ماساچوست اینا میرن و اجازه میگیرن. یه شخصی بوده اونجا، چون وقتی لوژ بزرگ ایران رو درست میکردن، رؤسای لوژهای غربی
سکاتیش رایت، لوژای آلمانی فرانسوی و از امریکا اومدن ایران. اینا اومدن و در خدمتتون عرض کنم در اون جلسه شرکت کردن، شناختن اینا رو، بهشون اجازه دادن، مجوز دادن. وقتی که اینا مجوز گرفتن، فرانسوی هم این اجازه رو دادن. الان این لوژ وجود داره در کالیفرنیا. سالی یک بار اینجا جلسه دارن، جلسه بزرگ دارن، یه در بوستون دارن، اینجا هم گاهی گاهی جمع میشن میرن در سانتا مونیکا، یه جایی هست میشن دور هم صحبت میکنن. مشکلاتی هم دارن البته تو هم دیگه، گروه های مختلف قدیمی ها دارن دیگه، تموم میشن چون سن بالای 80 و 90 و نمیدونم کجا هستن. یه گروه دیگه هستن، گروهی که به کلمی ها مربوط میشن، یه گروهی هستن که یه گرایش کرنشی به رژیم فعلی دارن. این چیزا هست، یعنی اون که در ایران بود نیست، اینجا خیلی فرسوده و پوسیده به نظر من هستش. البته دفتر رسمی دارن در بیورلی هیلز، فکر کنم 50 و 57 ویلشر بولوار آدرسشونه. راست فعالیتی هم میکنن دیگه، حالا من زیادم علاقه ندارم چی کار میکنن. واقعا این همه تاریخ رو شما تو مغز نداشتید. ما تونستیم اینجا تقریبا تمام تاریخچه فریمیسنری رو مخصوصا در منطقه خاورمیانه و منطقه خودمون ببنید. ولی باز هم چند سوالی دارم که اولا شما کتاب اسماعیل راین رو تایید میکنید؟ نه ابدا نمیکنید. آیا روحانیون هم فریمیسن بودن؟ بله، شاید مشخص ترینش در رژیم قبل آخرینش همین امام جمعه تهران بود، امامی. بله. که رفت، اونم فریمیسن بود. الان هم هستن؟ الان هم هستن؟ بله. آیا دولت ایران علاقمند هستش که جزو فریمیسنری باشه؟ نه. چرا؟ علاقمند نیست، برای اینکه دیدگاه مذهبی مختلفی دارن، متفاوت دارن و دشمنی به خصوصی نداره، ولی همین که کتابای می نویسن علیه فری میسنری و میگن که اینا شیطان پرستن غیره و دولت کاری نمیکنه، نشان میده که اگر میخواست این چنین نباشه میگفت نکنید این کارو. ولی هستن روحانیونی که به طور انفرادی درخواست عضویت میکنن. درخواست عضویت نمیکنن، هستن، بودن، از اول هم بودن یه دی. اوکی. یا فرزندانشون، خیلی از فرزندان اینا الان در خارج، در داخل هستن. آیا کلوبایی مثل لایونز و روتاری و دیگران، آیا اینها هم لوژهای فراماسونری هستن؟ نه، اینا لوژهای سایه هستن، گروه های سایه هستن که کارهای خیر میکنن. منتها اغلب بیشتر اعضایی که به این گروه ها نزدیک میشن، با اینا همکاری میکنن، به یک نحوی با لوژهای میسونری همکاری دارن. مثلا اینا چرخهای اضافه، مثلا چرخ بزرگتر هستن. امروز آیا خوبه که آدم عضو فریمیسنری باشه یا نه؟ بستگی داره آدم چه بخواد از فریمیسنری، یا کجا باشه، یا کجا باشه، چه بخواد. مثلا باید ببینید برای چی میخواین فریمیسن بشین. در سابق در ایران، اینایی که نزدیک دربار بودن و تمام وزیر و وکلا اونجا بودن، بسیاری از اونها دنبال شغل بودن، دنبال مقام بودن، میخواستن اونجا باشن که مثلا نزدیک نمیدونم به فرض کنید اقبال باشن، نزدیک به هویدا باشن. خب وقتی که شما در یه جمعی ماهی یه بار میشینید صحبت میکنید، پا میشین، بالاخره اگه اون آقایی که اونجا میاد سال 3-4 دفعه شما میبینین، اونو زودتر استاندار یه جایی میکنید تا منو شما رو که نبینه هیچ وقت. ولی در آمریکا که اینطور نیست. نه، آمریکا باز، آمریکا مردم بیکارن، میرن اونجا برای سازمان خیریه است. 6 میلیون نفر تو دنیا فریمیسن هست امروز. شما در نظر بگیرین اگر این یک سازمان مخفی کوچیک بسته‌ای بود، 6 میلیون عضو نداشت. تو اینا هر جور آدمی که فکر می‌کنین هست. در ایران به خاطر وضع خاصی که داشت، فریمیسن‌ها به اون گروه به اصطلاح الیت طبقه بالا، هزار خانواده اگه بخوایم، وابسته بودن و الان چیزی نبود. چرا این همه مراسم و لباس و تشکیلات و این فرم‌ها و این حرفا، مثلا اینطوری بکنیم، اینجوری بریم؟ نمایش، یعنی ببینید بخشی از نمایششه، چیز دیگه ای ندارن. آخه اونجا بکنن، جمع میشن چیکار میکنن؟ حرفایی که میزنن، اغلب حرفایی که میزنن، یا میرن تو بیمارستانا کمک میکنن، کارهای خیریه میکنن، نمیدونم سوپ میدن، غذا میدن به کسانی که خانه ندارن. خب اینا باید نمایشایی هم داشته. آدمای خطرناکی نیستن که بگن مثل مافیا نیستن. نه اصلا تشکیلات اونجایی. خب من پرسش هایی که داشتم، اجازه بفرمایید من نگاه کنم ببینم چه جوری میکنم.
یکی از پرسش ها که هستش میگه آیا در زمان سلطنت پهلوی در ایران معبد فراماسونری وجود داشت؟ معبد؟ نه تمپل نداشتیم. چیزی که بود در همون سالهای آخر سه نقطه رو در تهران در نظر گرفته بودن که درست کنن. اگر اشتباه نکنم یکی ونک بود، یکی نزدیک کاخ نیاوران بود، یکی هم طرف کاخ فرهاباد و قصر فیروزه، که نهایتا تصمیم گرفتن که مناسبتر از جلو چشم مردم دورتر همون پشت هیلتون و اونجا توی ونک باشه، ولی درست نشد. فکر کنم زمینش رو رفته بودن دیده بودن و طرحش هم بوده است و اینا، ولی انجام نگرفت. سوال بعدی، آیا حرکت سبز را در سال 2009 ماسونرهای جهانی در ایران راه اندازی کردند؟ در مطبوعات جمهوری اسلامی مرتب نوشته می شود که میر حسین موسوی وابسته به ماسونرها می باشد. نه خیر، ماسونرها سبز را ننداختن، ولی خب دست خارجی توش بود 100%. حسین موسوی هم فکر نکنم ماسون باشه، ولی با ارتباط خارجی داشت. نمیخوای بیشتر توضیح بدی؟ الان کافیه. شایعه است که محمد رضا شاه پهلوی در سال 1948 در لندن به گروه ماسون ها پیوست. نه، 1948 مصادف با المپیک لندن و ایشون برای المپیک رفته بودن. شما ببینید، شاه و ولیعهد در هر کشوری هیچ وقت میسن نمیشن، برای اینکه اونایی که میسن میشن باید کرنش داشته باشن به شاه، و هر ولیعهدی هم یه روز شاه میشه. در نتیجه ولیعهد و پادشاه یا ملکه یا ولیعهد ملکه هیچ وقت میسن نمیشه. ممکنه شوهر مثلا در انگلستان فیلیپ، پرنس فیلیپ میسنه، ولی پرنس چارلز نیست. یا فرض کنید دیوک آف کنت الان رئیس میسنری های لوژ انگلستانه، لوژ لندنه، ولی دیگران نه. انجمن 41 چه بوده است؟ در دوران مشروطیت، چه چند سال قبل از مشروطیت چه چند سال بعد از مشروطیت، از این گروه ها زیاد بودن که تشکیل می شدن. اینا تقلیدی بود از آنچه که در قفقاز شمالی بود، در ارمنستان، گرجستان، در اون قسمت ها تیفلیس و باکو مخصوصا، بعد در قسطنطنیه. هر گروه هایی که روشنفکر بودن یه گروه هایی هم داشتن که اینا بازوی عمل بودن. انجمن 41 ملی یا 41 ملت یه چیز گروهی بود که فقط همون یک بار ما اسمشو میشنم. اینا اومدن وقتی که امین السلطان اتابک از مجلس میاد بیرون و ترورش میکنن. حالا داستان داریم، یه روز هم میتونیم درباره اون صحبت کنیم. اتفاقا اتابک از فامیلای جد پدری همسر منم میشن، نخست وزیر اتابک. اونو که ترور کردن تو جیب قاتلش، که یک شخصی بود صراف بود به نام تبریزی، اسمش تبریزی بود، یه کاغذی پیدا کردن نوشته بود انجمن 41. از اینا زیاد بوده، مثلا صلیب سیاه بوده است، نمیدونم برج قرمز بود، از این گروه ها درست میکردن برای انجام ترور. این هم سه گلوله زد و دو نفر بودن اینا. یکی خاک میلیزه رو هوا که میخواد وارد کالاسکش بشه، این گرد و خاک اجازه نمیده که دیده بشه، و سه گلوله میزنه، بعد خودش هم میکشه. اون آقا خودش هم میکشه که گرفتار نشه. منتها در جیبش کاغذ پیدا کردن که این انجمن 41 ملی. دیگری میگوید که میگویند انجمن اخوت یک سازمان درابیش و اولین انجمن لوژ ماسونری در ایران بوده، آیا این درست است؟ درسته. آیا برادر رضا پهلوی ماسون بوده؟ بله. برادری که خودکشی کرد؟ برادری که مرد؟ بله. آیا ماسون های یهودی میخواهند مسجد الاقصا را خراب و به جای آن معبد سلیمان را دوباره بسازند؟ نه، این ماجرا تو روزنامه ایران زیاد نوشته میشه یا سایت های ایران، برای اینکه اونجایی که مسجد مثلا جایی که میگویند معبد سلیمان بوده الان اون مسجده، و این صحبت ها جنبه تبلیغاتی داره، خیالات و تصورات و تبلیغات های فکر نکنم مثلا یهودی ها فکر این مثلا. خب این رو هم که اشاره که فرمودی در نوشته در ایرانیکا آمده است که بیگانگان هم در ایران لوژ ماسونری داشتند. نه، این توضیح ندادید. در دورانی که انگلیسی ها در ایران بودن بعد از 1906 و 7 و 8 و 9، اون موقع وقتی که ساوت پرشن رایفلز رو درست کردن، SPR رو درست کردن که از حفاظت کنن از نفت جنوب،
و الان خیلی صحبت میکنن که اینا جاسوسی انگلیسی بودن و میخواستن ایران رو تسخیر کنن. چنین نبوده، اینا اومده بودن درست کرده بودن که نفته که در جنوب، چون روسا میومدن جلو میگن میگفتن اگر اینا به منطقه بختیاری که برسن از اونجا ما جلو اینا رو میگیریم. افسرها انگلیسی بودن، استواراش هندی بودن، سربازاش هم بیشتر بختیاری، چارلنگ و هفلنگ و بابا کوهی، این افسرهای ارمنی هم توشون بودن. اینا قصدشون این بود که در مقابل حمله روسا به مناطق نفتی جلوگیری کنن. چون توشون انگلیسی زیاد بود، اینا لوژ داشتن و این لوژ درست کرده بودن 1967 تا 8 تا این موقع ها. لوژ فقط اینا هندی ها میرفتن و انگلیسی ها میرفتن، اما بعد از اینا که از ایران رفتن این لوژ تبدیل شد به روشنایی که در شیراز بود. الان هم بعد ایرونی آمدن اون تو، ولی اون لوژ مدت مال خارجی ها بود. آیا این لوژ ها هنوز هستن؟ نه نه، در ایران نیست. این لوژایی که اشاره کردی هیچ کدوم دیگه نیستن؟ نه. چرا قدرتشون از دست دادن یا رفتن زیر زمین یا میترسن اصلا وجود داشته؟ نه در ایران آخه بگیرن ببینید. آره میگم البته بگم اونایی که اینجا هستن که من میگم لوژ الان، لوژ در اگزایل، ایرانیان لوژ در اگزایل اشکال داره، اینی که اعضای اینا میرن میان، فامیلاشون میبینم که در اونجا روحانی هستن، بعضیاشون توی دولت هستن، میخواد چون مسافرت میرن میان، اکسان هم اونا دارن تو جلسه، چون عکس نمیرن. چند سال پیش کسی که اومده بود تو اون جلسه فقط یک نفر دوربین داشت عکس گرفته بود، یکی از این افرادی که مال یک گروه اقلیتی هم بود میره ایران، بهش میگه شما در این جلسه شرکت کردیم، میگه نکردم، عکسا رو نشون میدم. بعد مشخص میشه که در عکسی که بهش نشون میدن در چه جلسه ای بوده و یک نفر دوربین داشته. پس مشخصا اونا میدونن چه کسی میره میاد، ولی اگه یه نفر ایرانی الان در ایران اعلام کنه که من فریماسونری ام، فکر کنم صاف ببرنش اوین. آیا فیثاغورس فراماسون بوده؟ اینو خیلی جالبه، در کتاب های 1900 اون چه که به 1930 قبل از اون نوشته میشه، چون فیثاغورس به همین جدول شرط استاد فیزیک و هندسه بوده، وقتی این جدول ها رو که محاسبه میکرده و مثلث ها رو که محاسبه میکرده و همه جا ما میبینیم زمین بساب این گروه لوژ ها، گروه فروماسونری به صورت شطرنجیه، فیثاغورس به این مسئله توجه داشت و محاسبه میکرد که اگر 64 خانه مثل صفحه شطرنج 64 تا خانه داشته باشیم در یکی یک سکه بذاریم، بعد دومین تساوی زیاد کنیم چه خواهد شد. برای این میگن و یه مدتی از یونان میاد میره به هالیکارنس، بعد میاد به دولت شهرهایی که تابع ایران بودن، میگن فریمیسن بوده. سوال آخری رو که توی لیست دارم، ماجرای حقیقی مهاجرت یهودیان به فلسطین پس از تسخیر بابل چه بود و چگونه صورت گرفته است؟ خدمتتون عرض کنم، اصولا هر جهانگشایی حالا اسمش خوب باشه یا بد باشه من باش مخالفم، چون میره یک کشوری رو میگیره. حالا این میخواد چنگیز خان باشه، هولاکو خان باشه، میخواد نادرشاه باشه، میخواد کوروش کبیر باشه. وقتی کوروش کبیر که سمبل همه چیه کشور ماست میره 22 تا کشور میگیره، از روی عشق و علاقه به مردم اونجا نیست. بابل هم وقتی گرفت تعداد یهودی اونجا بودن 42,360 یهودی اونجا زندگی میکردن و اینا میخواستن برگردن به کشور خودشون. بعد از یه مدت اجازه میگیرن که برن. کوروش یکی از سرداران کلمی خودشو یا موقع فلسطینی خودشو به نام زیرو بابل میگه شما مسئولیت دارین که اینا رو ببرین که اینا معبد خودشون که میخوان در فلسطین درست کنن درست کنن. به همراه کوروش، به همراه زیرو بابل دو شخص دیگه هم بودن. یکی شخصی بوده است به نام جاشوا که بزرگ مذهبی اینا بوده است، بزرگ مذهبی کلمی هم بوده، یک پیامبری هم بوده که به اینا قول میداده که یک نفر خواهد اومد و ما را نجات خواهد داد. تلفظ دقیقش رو نمیدونم، ولی انگلیسی هاگای، عربی حقایی، به فارسی نمیدونم چه گفته میشه، ولی این حقایی و جاشوا و زیروبابل رهبریت این گروه 42,000 نفر رو میبرن. اینم که میگم 42,360 نفر، برای اینکه در کتاب هم روبرت مکای این رقم نوشته شده، چون جاهای دیگه به 19,000 نفر و 18,000 نفر هم میرسه. در جاهای دیگه کتابای فارسی من نمیدونم اصلا هست اینا یا نیست. من نمیدونم چطور میشه که یه آدمی علاقه من میشه به تشکیلاتی بره که اینقدر راجبش زد و نقیص صحبت میشه. یعنی من وقتی که در جوانی
کتاب راین رو خوندم فکر میکردم این تشکیلات فراماسونری و فراموشخانه، اصلا لغت فراموشخانه لغت خیلی سنگینیه، جاییست که مردم میرن نمیدونم مثل قدیم که در زمان صفویه بودش که معابدی داشتن که میرفتن توش حشیش میکشیدن و به یه جایی میرسیدن از این چیزا. من فکر میکردم یه همچین حالتهایی هستش. با مسائلی که شما الان دارید صحبت میکنید اصلا یه همچین چیزی نبوده و یه سازمان های کوچیکی هستن، اما این رفتارهای اجتماعی باعث شده که اینها اسامی مختلف بگیرن و مخالف و موافق داشته باشن. و چطور میشه یه آدمی علاقه من بشه بره اینجا و عضو اینا باشه؟ یعنی همین یا آدمایی که میرن عضو سازمان‌های تروریستی میشن، آدمایی که الان افتخارشون اینه که لباس روحانیت مذهبی ایرانی بپوشن در حالی که همچین لباس درخشانی هم نیستش و خودشون هم شاید دوست نداشته باشن ولی همرنگ جماعت میخوان بشن. اجازه بدین چون چند بخش بود سوالتون، یک قسمت اولش رو بگم که گروه هایی که میرفتن میسن میشدن در ایران شرایط دیگه داشت. مثلا در انگلستان از همون ابتدا اونایی که در لندن بودن و به لوژ لندن وابسته بودن بیشتر نیروهای پلیس بودن و نیروهای دادگاه دادگستری، یعنی قضات بودن، پلیس بودن، کسانی بودن که با هم دیگه همکاری داشتن و اینا در بیرون باشگاه‌های دیگه هم داشتن، مثل که سابق صحبت کردیم، مثل کارلایل کلاب، ریفورم کلاب، اونجا می‌دیدن قضات هم دیگه رو می‌شناختن، ارتباطات خارج از وزارتخونه با هم داشتن، پلیسا هم دیگه رو می‌شناختن خارج از وزارتخونه داشت. اینجا هم پلیسا در کالیفرنیا پلیسا مثلا لوژای فریمیسنی میرن و با هم دیگه ارتباط دارن. یعنی لوژای مخصوص فقط پلیساست یا نه مخصوص در... پلیسا نیست ولی پلیسا مثلا بعضی لوژا رو میرن. مثلا با. در لانگ بیچ یک لوژی هست که تقریبا اغلب پلیسا افسرهای پلیس در اونجا میرن و این رفتن پلیسا و قضات و وکلا در یه جا ارتباطات به هم دیگه کمک میکنه. لوژایی که مثلا در اینجا اگه در نظر بگیریم مثلا یه گروهی که رفتن، خب اینا عقایدی دارن که از نظر تجاری میخوان با هم دیگه همکاری داشته باشن. یکی شغل میخواد، یکی همکاری میخواد، یکی فرض کنید بقالی داره که داره مثلا یه نفر، خب میرن از بقالی اون خرید میکنن. خب تو چیزای مذهبی هم میداره، خب مذهب هم فرق نمیکنه، به آخونده یا به کسی میدن میگه از خودمونه و بعد فردا همه میرن بیزینس. آفرین، این از خودمونه، این از خودمون همین مسئله است. تیم دیگه، همکاری های تیمی دارن و همکاری های تیمی منافع دارن. اینه که در ابتدا که اینا شکل گرفتن برای همین بود که میگفتن اگر کسی تاجره بهتره وارد این دستگاه نشه چون به سود و زیان فکر میکنه تا به مسائل دیگه. ولی الان چنین نیست، همه به فکر سود و زیانن، همه فکر تجارت دارن، همه با پول عوض میشن و با زمان عوض میشن. مثالش افرادی مثل سید زیاست، مثل تقی‌زاده است، نمیدونم مثل همین قوام السلطنه است، مشیر دولت، اینا همه قاجار بودن در یک زمانی. اول خود رضا شاه مگه در دست کدوم دستگاه بزرگ شده بود؟ رضا شاه از کوچکی اومده بود دستبوس رژیم خدمت قاجار بود. ولی اینو نمیبینیم ما. هیچ وقت اینو نمیبینیم، مجزا میکنیم مثلا اینا رو اصلا. این ارتباط رو باید داشته باشیم که چنین نیست. شما خودت میدونم که مثلا نیستی، ولی اگر شانس می آوردی مثلا پیشنهاد می شدش می رفتی فریمیسن بشی؟ نه، نیاز ندارم. نیاز نداری؟ این کسایی که می رن فریمیسن بشن نیاز دارن؟ نیاز دارن. چرا همه قشنگی زدی؟ نیاز دیگه، همه چی بر اساس نیازه. یکی از من می پرسید، می گذاش که این آقای بامان این همه مسائل رو از کجا می تونه؟ بشته می گم اینا بله خدمتتون عرض کنم، نه اینا بیشتر نیازه دیگه. الان مثلا میبینید فرض کنید یه نفر در یه جای کار میکنه، مهندس، کار نداره، میره به یکی از این گروه ها وابسته میشه که مثلا کسان دیگه که اونجا هستن اگه کار دارن بهش بدن. شما ببینید اقلیت ما ایرانی ها که در خب چمبر آف کامرس ها همین کار میکنن الان زیاد شده، ولی خب در ابتدا که چنین نبوده است. در دوران گذشته اصلا باشگاه ها نبوده است، تشکیلات نبوده است،
در شما صحبت 1885 میکنیم که 58 میکنیم که اولین فرمایشخانه رو ملکم خان درست کرد. در اون موقع هیچی نبوده است. چه بوده؟ هیچ. در کل شمال ایران روسا آمده بودن 126 دستگاه تولیدی ایجاد کرده بودن که اونجا مردم کار کنن. در جنوب انگلیسی آمده بودن 2 دستگاه درست کرده بودن به جای 186. ما کار همه اونا رو میکردیم، یکی سیستم بانکی رو گذاشته بودن، یکی سیستم نفتی رو که هزار نفر چیز میکرد، استخدام میکرد. آنچه که فریمیسنی و گروه های مشابه به ایران اومدن، اولا شکل ساختار فرهنگ شیعه طوریه که این گروه ها رو قبول میکنه. هیچ فکر نکنم در سنی ها این همه فرقه باشه که در کشور ما هست. اگر یه تکونی بدیم از نظر سیاسی، صدها فرقه هست، صدها گروه هست، حالا به شکل‌های مختلف. وقتی که نفت آذربایجان باکو، موقع آذربایجانی وجود نداشت، باکو به اصطلاح دست اون شخصی به نام مانتاشف بود و اینا کارگر می‌خواستن، از ایران قبل از مشروطیت نزدیک به 80,000 نفر در چاهای نفتی اونجا و قسمت‌هایی که باکو و تیفلیس و یرمان بود کار می‌کردن. اینا با یک فکرهای آشنا شدن که در ایران نبود. وقتی برمیگشتن فکرهای اروپایی رو، اروپایی اون زمان ها، یعنی اونچه که در روسیه بود، آوردن به ایران. این به حساب برخورد فکرها، این برخورد اندیشه ها بود که یه حرکت هایی به وجود آورد. شما ببینید وقتی که ما یه دونه ماشین دودی میاریم، بلژیکی ها به ما یه ماشین دود دادن، تا اون زمانی که من یادم تو ایران بودم 1967 که از ایران اومدم بیرون، گاهی میرفتیم شبدالعظیم هنوز این ماشین دودی بود، روش سوار میشدم. من سوار شدم، 8 کیلومتر بود سوار شدم، دستم نخورده بود. وقتی که کاپیتان پری امریکایی یک اسباب بازی قطار لوکوموتیو برد به ژاپنی ها، 3 بعد که برگشت دید بین 2 شهر اوزاکا و کیوتو قطار کشیدن و قطار داره کار میکنه، چون اون اومده بودن بزرگش کرده بودن، با اینکه تو عمرشون قطار ندیده بودن، اون لوکوموتیو اسباب بازی که 1 متر و 20 سانتی متر بود کرده بودن 10 متر، واگن هم درست کرده بودن داشتن ازش کار میکردن. فکر ما بی حرکت بود، فکرای کشورهای دیگه حرکت داره. نیندیشیدن، محدودیت اندیشیدن به خیلی چیزا مربوط میشه، من جمله میزان مصرف به اصطلاح کلماتی که ما برای یک زبان داریم. هر چی زبان قوی تر باشه، وسعتش بیشتر باشه، هر چی به تخیلات، از تخیلات دور باشیم، هر چی از شعر دور باشیم، میتونیم بهتر فکر کنیم. ما این کارو نمیکنیم. اینه که هر چی که از خارج میاد میپذیریم. این افریمیشن یکی از این چیزایی بود که از خارج اومد، همه داوطلب بودن که برن تو اون تشکیلات و رفتن و موندن. تکلیف ما چی میشه؟ همین برنامه. آقای بانبان، در جلسه آینده رو که در خدمتون خواهیم بود، 6 جولای میشه. قبل از اینکه اصلا راجع به اینجا صحبت کنم، میخوام بپرسم، چون راجع به همه چیزای فریمیسنی صحبت کردی ولی راجع به این یکی صحبت نکردی، یپرم خان فریمیسنی بود؟ نه، یپرم خان بازار دیده اون چیزی که دفعه پیش صحبت کردی از حزب داشناک بود. ارامنه خیلی فریمیسنی رو دارن؟ خیلی ندارن، ولی چند سال پیش در اینجا به صورت انفرادی چرا هستن پراکنده، ولی در امریکا رو لوژ ارامنه تشکیل شد، مجزا از ایرانیا، الان هم هست در ارمنستان، هم هست از اینجا رفت ارمنستان و واشنگتن، جای دیگه هم هست، در فرانسه هست، در جای دیگه هست، منتها نسبتاً تازگیه برای ارمنی. ما قبلا که صحبت میکردیم برای برنامه بعدی که در خدمتون هستیم که 6 جولای هستش، انتخاب کردیم که تاریخ مختصری از ارتش رو راجبش صحبت بکنیم و توانایی‌ها و احتمالاتی رو که در ارتش‌های منطقه خاورمیانه هست صحبت بکنیم. ممکنه که اینو توضیح بدی چه چیزایی رو می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم؟ اگر موافق باشین، اول با شرایط فعلی که در منطقه هست، ارتش ایران و سعودی رو باید بررسی کنیم. بله. و رویدادهایی که در کشورهای همسایه ما روی میده با این داعش و دیگر، چون که بعضی از این کشورها ارتششون کاملا از دست دادن. بله. مثل عراق، مثل سوریه، مثل لیبی. الان ارتش ایران باقی است و ارتش به اصطلاح سعودی که احتمال برخورد بین اینا در آینده هست. درباره اینا صحبت کنیم، احتمالاتش و چه چیزایی ممکنه باشه. من خواهش میکنم تماشاگرانی که در این مورد سوالی دارن برای بنده یا خود آقای بانبان
ایمیل کنن. آقای بامان که ایمیلش اینا رو شما تلفنش هم نمیده، ولی به خود بنده میتونید از طریق وبسایت هم تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح بکنید، یا میتونید تلفن بکنید به من و سوالاتتون رو مطرح کنید. جناب بامان مرسی، خیلی محبت کردی، خیلی محبت کردی، بسیار چشم منو باز کردی. چه خوبه که آدم بعد از 50 سال که مثلا یه چیزی رو فکر میکرده چه جوریه، بعد یک مرتبه بنشینه اینجا و اینقدر زیبا مسائل رو یاد بگیره. متشکرم. خانم ها آقایان، افتخاری بود که در خدمت ایشون آقای دکتر مامان و همینطور شما بودم.